معاویه ابن ابی سفیان به عنوان خلیفه بر کرسی حکومت مسلمین یک تازی می کرد و به هیچ کدام از مفاد عهدنامه‌ای که با حسن ابن علی علیه السلام بسته بود عمل نکرد. موروثی نبودن حکومت و نیز تأمین جانی از امام و یارانش دو شرط اصلی عهدنامه بود. معاویه برای رسیدن به پادشاهی رویایی خاندان ابی سفیان قصد داشت زمینه را برای حکومت پسرش یزید فراهم سازد و برای نیل به این هدف امام را مانع جدی می دید و لذا در صدد بود در فرصتی مناسب ایشان را از سر راه خود بردارد. به گواهی تاریخ سرانجام معاویه با توطئه‌ای پیچیده موفق شد به دست جعده همسر امام ایشان را مسموم کند. مختار ثقفی در جدالی سخت با عقل و دل خویش شمشیرش همچنان در غلاف ماند و در یکی از قصبات اطراف کوفه به نام لفقا زراعت می کرد. دهکده لفقا سال 60 هجری قمری. مختار بیدار شو مختار. این کابوس ها که دست از سرت برمیدارند مختار؟ جگرم میسوزد عمره، جوری خوابم بده. استغفر الله ربی و اتوباله. به مویت قسم نشنیدم، من نشنیدم دست پای کراس رو ببندن راه رفتن بلد میشود. از باز نیستی زروی، مهتری نکرده زروی تصدق از مولا جان. بگو تا نوکرتم بلد شود.
دست و پایش را ببند یا او را راه ببری؟ عادت میکند این شترمرغ لک لک نکند و دل سوارش را از جا نکند. مادیان مادرش خودش را کش. تمام شد. خوب بلد شدی زربی؟ بلی ها. دست چپ به دست راست، پای راست به پای چپ. تصمم نباید کوتاه بلند باشد، همیشه باید به یک قاعده باشد. ببین چه دلبری می کند خوشقد بالا. کجا کجا چه میلی دارد برای تاختن. زربی از امروز دلدل صدایش میکنی. دلدل؟ از به شاه سوار عرب علی. چه اسم با مسمایی؟ دلدل. بیا بگیر، هر روز با او مشق میکنی. حرام. مرحبا پسر، ابو هزار را تازه کردی. برو. نه ترسانش، میخواهم نیمه وحشی بماند. ولتان کنن تا غروب سرتان رو به این کره اسب بند میکنید. دلدل اسب نیست عمره، اجده هاست. نگاهش کن. آروم. تا امروز فکر میکردم فقط شمشیرت میتواند حسادتم را برانگیزد. امروز دیدم نه، آروم، عمره رقیبان دیگری هم دارد. ابوی تو ام ثابت است. مختار بدون اسب و شمشیرش شوهر نیست، مترسک است. برو آبی به سر صورتت بزن، لباس عوض کن. فراموش کردی امشب میهمان داری؟ زربی سر دلدل را بگیر. تا کور شوند و لال همه آنهایی که سب به علی می کنند. بیا جوان، این ولیکات را هم تو به بازویت ببند. چشم کوفی جماعت سگ دارد. می دانم از ترس کدام شوم نفس سگ چشم به فکر من و دلدل افتاده ای. عمر سعد این نحسی و نجاست است. به خدا قسم مولا جان، وقتی از بانو شنیدم که عمر سعد قرار از میهمان این خانه شود، لااقل 10 بار الرحمن خواندم. پناه بر خدا از قدومشون. کاش یک جوری دست به سرش ها میکردی عمره. خدا میداند چقدر به خونه این بیغیرت تشنم. جان القرص، جگرم سوخت امو جان. برو خدا را شکر کن که بند از زبانت برداشته شد.
نام علی نجاتت داد. نرو امو جان، جرعه آبم بنوشم. این آب صاحب دارد مختار، مال من نیست. صاحبش کیست؟ مجتبا پسر علی، او را به زهر مسموم کردند. این آب دوای جگر پاره پاره اوست. امو جان، جگر من هم می سوزد. از این آب جرعه ای هم به من بده. حتما حسن راضی است. خودش را به یاری بخوان، از تو راضی باشد اجابتت می کند. من شر دارم، من شر دارم از حسن. با کی حرف میزدی مختار؟ با شبیه خودم در آب. کابوس هایم را برایم تعبیر میکرد. آتشی در سینه دارم عمره. خدا میداند مجال جستم پیدا کند حالم سوز است. کاش به میمانی امشب رضایت نمیدادی. از اشکای جاریه ترسیدم مختار، ترسیدم دلش را بشکنم. بدانی چه التماسی میکرد؟ این میمانی یک دسیسه است. خدا میداند پسر سعد این بار برایم چه خوابی دیده. قصد آشتی داشتن و مسابت مستقتر از عمره بود. دل بد نکن مختار، چه خوابی چه دسیسه ای؟ به بهانه ازدواج من با تو، خواهرت با شوهرش برای دید و بازدید و شاد باش و آشتی کنان می آین. کاش می توانستم رویت را زمین بیاندازم. جاریه به همین دلیل عمره را انتخاب کرده، چون می داند مختار در برابر عمره این یک بررست، تسلیم و مطیع. مختار باید هم در مقابل دختر فرماندار کوفه گردنش کج باشد. پس عمره حرفش خریدار دارد چون پدرش حاکم کوفه است؟ خیر بانو، امیر کوفه بهانه است. صحبت عشق برنده است. با سیبیل هایت بازی نکن عمر. میخواهی کاری کنی که مختار برایت دودشان بدهد؟ ترک عادت موجب مرض است. حق با توست، باید ظاهری افسرد و مقموم به خود بگیریم. تاب دادن سیبیل یعنی طلبیدن علم مبارز. هزین غم و اندوه را فراموش نکن. این خوب است. یادت باشد که قصد از این دیدار خوشنودی خدا بوده و ترس از مار قاشیه. Thank you.
اهلا و سهلا یبن سعد. مختار، مختار برادرم. آمده جاری جان، صفا آوردی. خوش باشی عمره جان، ممنونم که رویم رو زمین نینداختی. نمیرم و جبران کنم. آمدم دین خواهریم رو ادا کنم. حلالم کن برادر، بمیرم که در محاسنت موی سفید میبینم. ممنون که یادی از ما کردی. بانو عمره چطورن؟ به مرحمت شما شیخ، خوبم. با بهشت لفقاچه میکنی؟ سرم به مرغ و جوجه هایم بند است. شنیده ای که ننه حوا در بهشت حوصله‌اش سر رفت و زیر پای بابا آدم نشست و او را فریفت و به دوزخ دنیا تبعید کرد؟ تو نمیخواهی مختار ما را بفریبی و او را به دوزخ کوفه تبعید کنی؟ این بار حکایت واژگونه است شیخ. بابا آدم زیر پای ننه حوا نشسته و او را از دوزخ کوفه به بهشت لفقا تبعید کرده. الحق که دست پرورده امیری چون نعمان ابن بشیر. مرحبا به این حاضر جوابی و فرق. کار خوب را مختار کرد که از جهنم کوفه گریخت. بهشت لفقا ارزانی جفتتان، عیشتان جاودانه باد. آمین یا رب العالمین. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. فلزالین و درد پدرم، فلزالین و حناق. کجایی دختر؟ همینجا. دماغی جاریه؟ قبطه میخورم به تو و بخت و سلیقت. تو از خوشبخت‌ترین زنان کوفه ای. من شور چشمم عمره، برای خودت اسپندود کن. حسود هرگز نیاسود. تو به چه چیز من حسادت میکنی جاریه؟ به همه چیزت، به شوهرت، به پدرت، به خانه و کاشانت. تو از هر چیزی بهترینش رو داری عمره. حتی از هوو؟ نه عمره جان، هووی مثل ام ثابت رو خدا نصیب گرگ بیابان نکنن. دستم به دامنت عمره. مباد ام ثابت بو ببرد که ما به دیدنتان آمده ایم. بشنود روزم را می کند شب تار. تو که می ترسی؟ پس چرا آمدی؟ تو هووی ام ثابتی، هووی من که نیستی. به هر حال تو دست پرورده ام ثابتی. او بزرگت کرده، عروست کرده. پس جای مادر توست. من هم همیشه به جای مادرم به او محبت کردم. از روزی که من زن عمر شدم، رشته محبت بین ما پاره شد و تا امروز گره نخورد که نخورد. چرا؟ چه میدانم؟ خیال میکند ازدواج من و عمر باعث بیمیلی مختار به او شده. هر وقت به دیدنش رفتم طعنه کشم کرد. از روزی هم که تو به نکاح مختار در آمدی، نفرین عالم و آدم رو نثارم کرده. میترسم سقسیاه باشد و عاقبت خانه خرابم کند. با این همه نفرین و آه جگرسوز. نترس، نفرین های او کاری بود تا به حال عمره 7 کفن پوسانده بود. البته مختارم کار خوبی نمی کند. ام ثابت زن اوست، باید بیشتر به کوفه سر بزند. من هر چه کردم حریفش نشدم. لفقا را به کوفه ترجیح می دهد. مختار همیشه از کوفه گریزان بوده و بیزار. کوفه برایش پر از خاطرات گزنده است. باید هم لفقا را ترجیح بدهد.
لفقا یعنی عشق مختار، یعنی عمره. خدایا ثوابی از این نان و این طعام برسان به اموات صاحب خان، از اطعمه و اشربه روزه رزبان بکن قسمت میزبان. سخاوتتان پایدار، عافیتتان برقرار، سفره عقباتان رنگین، کامتان شیرین، دست و پنجه بانو عمره درد نکنند. زنده باشیم و سور سفر حجتان را میل کنیم. نوش جانتان. خدایا به نعمادت شکر، به داده و ندادت شکر. خدایا توبه و تقصیر، تو بزرگی و ما حقیر. درگذر از معاصی این جمع، گرچه باشد صغیر و کبیر، قلیل و کثیر. به جز دعا کردن و العفو چه میکنی عمر؟ خدمت به مسلمین و مسلمات، مؤمنین مؤمنات. مسجدی بنا کردم، اسمم بران نرفت که ریا نشود. بدترین گناه آن است که فعله ارباب جور باشی. تا وقتی خدمتکار حاکم ستمگر هستی، از دریای رحمت بیکران الهی محرومی. منظورت از حاکم ستمگر خال المؤمنین معاویه که نیست؟ یک امشب را نمی شود از سیاست حرف نزنید. نه جاریه جان، چرا توقعی بی جا می کنی؟ مردان جنگی عادتشان است، هر جا شمشیرشان غلاف بود بدان می خواهند با تیزی زبانشان کشدار کنند. احسنت بانو، مرحبا. تازه متوجه شدم که روح سرکش برادر زرم به اجازه کدام دم مسیحا در لفقا زمین گیر شده. کار خود را کرده ای بانو. های 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 مختار همسال هم برای این زاده نشدن که خود را اسیر زن و زندگی و باغ و راه کنند. خانه آنها پشت اسب است و قلم روی تاخت تازشان میادین جنگ. حقیقتا که در بند کردن این شیر قشمان هنر میخواهدم. من هم بعضی وقتها به کاروبار تقدیر خندم میگیرد. باورم به حکمت الهی نبود، شاکی درگاهش میشدم. بخند عمر، بخند. خنده های تو هم روی طعنه های عالم و آدم. خدا بخواهد همین روزها بند از دست و پایم برداشته خواهد شد. خبری شده مختار؟ خواهد شد، خبری خواهد شد. غلط نکنم، شرابی که انداختی رسیده؟ من مکنات قلبی تو را از همون دوران که بچه بودیم و با شمشیرهای چوبی مشق پادشاهی میکردیم میشناسم. به خلقه خلیفه نمیتوانی تبه کنی، چون معاویه پیش پیشان را به قامت یزید پوشانده. میماند سپه سالاری لشکر و احیانن. فرمانداری یکی از ولایتهای ملک اهورای ایران. درست حد زدن؟ بانو عمره، شما متوجه شدید عمر از چه صحبت میکنن؟ سخنان شیخ شبیه رویاهای خودش بود مختار. حکومت بر ملک ری خواب و خیال شیخ شده. جاریه، تو سر مگوی مرا فاش کرده ای؟ کدام سر مگوی؟ عالم و آدم میدانند که تو برای حکومت ری له له میزنی. چرا اوقاتتان تلخ است نازنین؟ حکومت ری کابین خودتان است بانو. رویای ما سعادت شماست. بله،
شما زحمت نکشید جاریه جان. زحمتی نیست خواهر. تام باب میل تام بود؟ خدا زیاد کند. واقعا که تام گواره ای بود. مدت ها بود کباب چنین لذیذ نخورده بودم. نوش جانتان. میدانی کبابی که امشب خوردی چرا لذیذ بود؟ خوب لقمه موف خوردنش لذیذ است اقفی. تو که به خوردن لقمه مفت عادت داری ابلیس، تعامی که خوردی لذیذ بود، برای اینکه طیب و طاهر بود، قلقش نداشت. مزاح میفرمایید؟ فکر نمی کنم شیر مادرتم به پاکی کبابی که امشب خوردی بوده باشد. از خوشا به سعادتم که به برکت این لقمه حلال از فشار قبل در امانم. حکایت آن شراب پخته و فرمانداری ملک اهورایی ایران چه بود؟ یعنی جنابتان چیزی نمیدانم؟ چه چیز را نمیدانم خبیث؟ دست مریضت مختار، خوب بلدی ادای سفها و همقا را در بیاوری؟ درست مثل تو که خوب بلدی ادای عباد و زهاد را در بیاوری. تو امشب به نیتی خودت را دعوت کرده ای؟ باز چه افکار شومی در سر داری دقل؟ تجدید فراش کرده ای؟ آمده این به سوچرانی مبارک باد، بد کردیم؟ حرف دلت را بزن خناس. مختار، با این وصلت این بار به آنچه در خیال داری خواهی رسید، شک نکن. نومان ابن مشیر پدر زن تازت، با سمرد ابن جندب پدر زن کهنت، از فرش تا عرش فاصله دارن. این بار حلقه کمندت بگردن شکار چاق و چلهی افتاده. نومان از مقربان خلیفه است، فرمون داری هر ولایتی را که بخواهی میتواند جهیزی دخترش کند. پس تو تنور تا قصدارت را بچسبا. چه خبر است؟ اولا جان کیان آمده است. کیان؟ این وقت شب؟ خب تعارفش کن داخل بیاید. تعارفش کردم مولا جان، شرم حضور دارد. خوش آمدی کوه غیرت. سناگویم مراد سینه سوخته کیان. خوش آمدیم بانو. خوش باشی برادر. عمر هر وقت با سیبیل هایش بازی می کند یعنی که خیلی غیرتی شده. هنوز کیان را به چشم یک رقیب می بیند. این خصلتش مرا کشته. جوش نکن مرد. تو پسر سرداری هستی که ایران را فتح کرده. از تو بعید است با شنیدن نام یک ایرانی اینطور پریشان شوی. من مطمئنم که این سرخط بی دلیل نیامده. من یقین دارم به طلب جاریه نیامده. چرا هنوز با مختار مراوده دارد بانو؟ مراوده ندارن شیخ. کیان و مختار با هم رفاقت دارند. رفاقت این دو برای معما شده. رفاقت آنها رفاقت دو پدر کشته است. پدر مختار در جنگ با ایرانی ها کشته شد. پدر کشته را کی بود آشتی؟ مختار به همین دلیل آدم عجیبی است. من زن حسودی نیستم، اما بعضی اوقات به داشته های مختار حسادت میکنم. معاویه مرد. نه باور کن مختار، خبر بکر است و داغ. اکنون یزید خلیفه است. یا للعجب، یا للعجب از چشم کوره عبرت بین آدمی.
بلا برای چند زر کرباس کفن. خدا قسم دیوانگیست. یا داخل کیان؟ نه ابو اسحاق، با شیرین بانو آمدم. نمیدانستم مهمان داری. اجازه بدید ما هم رفع زحمت میکنیم. چوب کاری میکنی کیان؟ میخواهی من رو امتحان کنی؟ مراد کیان نیاز به امتحان ندارد. پس شیرین احوالی از بانو عمره بپرسد، من هم با زربی صفا میکنم. بله ها، من و پهلوان کیان با هم، شما و شوهر خواهر محیلتون با هم. بفرمایین شیرین بانو. احیانا زخم زبانی از خواهرم شنیدی، به صفای خودت ببخش. شما دلتان شور نزند ابو اسحاق، انگوش در گوش میکنم تا چیزی نشنم. مهمان ناخوانده نمیخوای عمره؟ تو مهمان نیستی شیرین جان، صاحب خانه ای. از زربی شنیدم مهمان دارید. تو را به خدا ببخش، شدیم خروس بی‌محل. این چه حرفیست خواهر، خوش آمدی. ویار که نداری شیرین؟ ویار سرم را بخورد. کمکم کن عمره، خسته شدم بس که به تسلیم لبخند زدم، خسته شدم بس که بیچون و چرا اطاعت کردم. جنی شدی دختر؟ شاید هم شیطان در جلدم فرو رفته. این چه خبریست که نیمه شب کیان منو خودش رو به لفخا دعوت کرده؟ نکند به بوی جاریه آمده. استغفار کن دختر، جاریه صاحب دارد، بچه دارد. از کیان بعید از خودش رو آلوده به معصیت کند. تو رقیب دیرینه ای مرا به این ضیافت دعوت کردی که عذاب روح من باشد، که خواب خوراک امشب را بر من حرام کند. باشد، گذر پوست به دبا خانه می افتد. تو مرام داشتی چه این اهانت را بر مهمانت روانه می داشتی؟ می شود در لفافه سخن نکنی؟ طوری حرف زن که ما هم مستفیض شویم. مختار، شیخ مدعی است که تو عمدن کیان را دعوت کردی تا او را تحقیر کنی. این ادعا درست باشد، به خدا قسم نمی بخشمت. کافر همه را به کیش خود پندارد. تو چرا شک کردی عمره؟ شک کردن عیب نیست، آدمی به تشکیک بالغ می شود. کیان خبری را آورده که سالها آرزوی شنیدنش را داشتم، خبری که گمان نمی کنم شیخ تحمل شنیدنش را داشته باشند. خال المؤمنین معاویه عمرشان را دادن به شما، این دلیل برای آمدن کیان کافی است؟ خیالت راحت شد؟ خبری که نیمه شب کیان را به لفخا کشانده مرگ خلیفه بوده. قول میدهم در مقابل زخم زبانهای جاریه دست و پایم رو گم نکنم. خبر صحت دارد مختار؟ بله عمره، صحت دارد. بالاخره گرگ اجل خلیفه بی رقیب امت را شکار کرد. انا لله و انا الیه راجعون. ای کاش معاویه به پیمان صلحی که با حسن بسته بود وفادار میماند، خلافت را مثل سلطنت موروثی نمیکرد. این یک خطا در ترازوی سنجش اعمال خلیفه متوفا ارزش نیست در برابر کوبی از خدمات خداپسندانش. مرحوم معاویه کم خدمت نکرد به این دیار خسته و پرتشویش. آرامش و امنیتی که بر عراق عرب حاکم است مرهون درایت و کیاست اوست. من به چشم خود پیرزن بادیه ای را دیدم که بی هراس از راهزنان عازم حج بود. کمی غیرت در وجود مسلمین باشد باید بر این سوگ و اسما خون ببارد. برخیز برویم جاریه، برخیز برویم و جامعه عزا بردن. کجا شیخ؟ نصف شب است. نصف شب برویم بهتر است که تا سهر چه سجگر بزنیم. من به سوگم و مختار به سور.
چطور میتوانیم زیر یک سقف شب را سحر کنیم؟ پس رقیب من توی رقبای شما ملکه های قصرهای عربی انبانو. من دختر یک رعیت ساده ایرانی. به زمینی میمانی که هیچ وقت آفتاب ندیده. میدانی خون چه رنگی دارد؟ منظورتان را نمیفهمم. معلوم است که نمیفهمی، چون خونی در چهره نداری حلیمه وارفته. لباس سفید بپوشی مثل روحی میشوی که از قبر برخواسته. روح باشم به تا عروسی شهرآشوب. ادب و جوانمردی به دور است. آنها میهمان بودند و حرمتشان واجب. تو با این رفتار زشت و زننده‌ات مرا خجل کرده ای. خودم رفتار زشت و زننده عمره؟ همین که با زخم زبانت زخمشان زدی، با نیش و کنایه هایت تحقیرشان کردی، این هم از بدرقه پرشورتان. واقعا شرم‌آور است. عمر سعد امشب به دلالی آمده بود، نه به میهمانی. آمده بود دلال معامله‌ای شود بین من و پدرت. میخواست مرا بپزد تا از پدرزنم حاکم کوفه که از مقربین خاصه خلیفه میباشند بابت جهیز دخترش فرمانداری ولایتی را مطالبه کنم. کم اهانتی است به من؟ به تو؟ میخوایی با چنین ابلیسی چگونه رفتار کنم؟ مجیزش را بگویم جلوی پایش خموراز شوم؟ واقعا چنین پیشنهادی داشت؟ بله، در کمال وقاحت و بی‌شرمی آمده بود معامله را جفت جور کند. لابد حکومت ری را هم حق دلالی می‌خواست. روی خوش ندید تا از حق دلالی سخن کند. من چه ساده بودم که حرفای جاریه را باور کردم. یعنی مبارکباد و سورچرانی آشتی کنان همه بهانه بود؟ به خدا عمره، به خاطر تو نبود. این ملعون را امشب به غرامت 15 سال خوابی که بر من حرام کرده و کابوس هایی که به جانم انداخته گردن می شکستم. او یک بار همچون موریان ایمانم را جوید و در حمایت از پسر علی پایم را سست کرد. 15 سال عذاب وجدان نادیدم کرده. خدا بخواهد جبران مافات می کنم. گزیده میمون باز خمار بهانه خوبی است برای برپایی دوباره دولت علوی. کوفه از فردا میدان جنگ است. باید هر طور شده پدرت رو راضی کنیم خودش را کنار بکشد. راضی نشد برو تیغ میکشی؟ چه باید بکنم عمره؟ خرقه ای که امروز بر تن یک جوان لاابالی فاسق پوشانده‌اند میراث پیامبر است. من یا باید خودم را کنار بکشم و در آتش کابوس های هر شب هم بسوزم، یا باید شمشیر بردارم و بر یزید عیاش بشورم. با یزید بودن ننگ است، زیبنده پدرت نیست. باید هر طور شده او را از خدمت کردن در بساط شرک و کفر منصرف کنیم. فکر میکنم قربانی اصلی این میدان منم، پدرم یا شوهرم. خدایا به فریادم برس. کوفه، شهر هزار قبیله هزار رنگ.
در عروسی که هر بابا بش خیانت نمی کنند. این عروسی اهانت به مرگ خلیفه است. خلیفه مرده که مرده، قرار نیست با مرگ هر بنی بشری مردم عزادار کنند. من با سیان هم در روزی که مسلمین بر مرگ خلیفه فقیه عزادار هند به هم رقباسی می کنند تا عزای خلیفه را می تارمند کنند. این ششان را عزا کنید. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مجلس تعزیت و تسلیت است بر رحلت جانسوز کتابت کننده وحی، خال المؤمنین، خادم المسلمین، ناصر الدین، فخر الملوک، فاتح بلاد روم و قسطنطنیه و ولایات نیل، ویران کننده مقابر فرعونیان، مرحوم مغفور، خلداشیان، معاویه بن ابو سفیان رضی الله عنه که عاقبت الامر از باده مرگ نوشید و به سرای باقی شتاب. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامری که خداوند ما را مکلف به اطاعت از او می کند چه کسی؟ تا دیروز زبان من قاصر بود و برهان من کن، چرا که معاویه متظاهر به دین بود، خود را مقید به احکام دین می‌دانست، مدعی بود بر سنت پیامبر عمل می‌کند و بر طریقت شیخین است. با چماق سیاست و درایت و مملکت داری انقدر بر سر شیعه کوفتند و کوفتند تا همقای شیعه را متقاعد کردند و علمایش را خانه نشین. معاویه هر که بود و هر چه کرد قضاوتش با خداست. امروز که زبان ما بلند است و برهان من قاطع و برنده، اولی الامر ما یزید است. یزیدی که عبایی ندارد شرب حرام کند و قمار، یزیدی که عبایی ندارد نماز و روزش فوت شود، یزیدی که انیس و مونسش میمونیست به نام ابو قیس. همانطور که مستحضرید، خلیفه مغفور در زمان حیات من باب سیانت از دین مبین و امنیت حدود و صغور ممالک مفتوحه و جهت ختم منازعات و مناقشات دینی و فرقهی و برقراری صلح و آرامش در کلیه بلاد تابعه، تحفه نازک خیال و نازک طبع و رقیق القلب و سلیم النفس ادب کرده و به یادگار نهادند که پس از او
خلیفه شما باشد و مایه اطمینان قلوبتان. اکنون من نعمان ابن بشیر انصاری فرماندار کوفه به سمتان میرسانم که زین پس خلیفه مسلمین حضرت یزید ابن معاویه ابن ابو سفیان است. یزید وارث بر حق، یزید وارث بر حق، یزید امین امت، یزید امین امت، یزید فخر طریقت، یزید فخر طریقت، یزید رهرو سنت، یزید رهرو سنت، یزید عاشق احمد. بر فاز هر اون چه درباره یزید نقل محافل است حرف مفت است، تهمت بدخواهان است، افتراز، نقض آشکار صلح معاویه و مجتبی چه؟ مگر قرار نبود طبق معاهده صلح خلافت موروثی نباشد و خلیفه مسلمین به سنت شیوخ از طریق شورا معین شود؟ این جوانک بیمایه صبر نکرد کفن معاویه خورد شود بعد چنگ و دندان نشان بدهد. به حاکم مدینه نوشته یا از حسین ابن علی بیعت بستان یا گردنش را بزن. تو رو خدا ببینید وقاحت تا کجا؟ هنوز جای پا محکم نکرده، کمر به قتل اهل بیت پیامبر بسته، علناً دستور قتل پسر پیامبر را می‌دهد. معاویه وقتی حسن را مسموم کرد قتل را گردن نگرفت. انداخ کردن جعده ملعونه قصه ایم درست کردن که این زن کذا و کذا بوده. علا ای حال، شما از مشاهیر و زعمای شیعه در کوفه ای، بدانید که حسین ابن علی بیعت با یزید را رد کرده و شبانه از مدینه به مکه رفته و در کعبه معتکف شده. من بنا ندارم داغی را تازه کنم و زخمی را ملتهب، اما چه کنم که بی وفایی ما به علی و اولادش را نمی شود کتمان کرد. فرق شکافته علی و جگر پاره پاره حسن گواه قصور ماست. من بنا دارم جبران مافات کنم. من سلیمان ابن سرد خزایی بنا دارم به حسین ابن علی نامه بنویسم و او را به کوفه دعوت کرده و با ایشان بیعت کنم، چنانچه با من هم عقید و هم رأیید. بسم الله، ذیل این نامه را مهر کنید. مختار؟ بله شیخ. نامه را مهر نمی کنی؟ نمی دانستم به چه قصدی دعوت شدم، مهرم را با خودم نیاوردم. حضرات که مهر کردن نامه را بفرستید منزل. اطاعت امر. با نفس عمل موافقی؟ من یک سربازم شیخ، شمشیرم را به قصد حمایت از پسر علی صیقل دادم. بنو رئیس. در خدمتم امیر.
سایه به سایه مختار را تعقیب کنید بدون اینکه بفهمند. میخواهم بدانم مختار در کوفه به کجاها میرود و با چه کسانی هشت و نشت دارد. سمعن و طاعتن. معرکه اشتها دارم چی؟ علاج کمخوری و دوای معده دارم مدویه. سیاهیمه و دارم چی؟ داروگر و زرچوبه خوشت رو دارم مدویه. ولی که سلام بانو. چه علیکی؟ تو چرا به شعور من توهین میکنی مختار؟ جا خوش کرده ای در لفقاه و انگار نه انگار که ما هم آدمیم، دل داریم، سایه سر میخواهیم. بعد سالی هم که زینا یراق کردی و به کوفه آمدی، به همه سوراخ سنباهای کوفه سرک کشیدی، دست آخر هم منباب صدقه سرسری به ما زدی تا مبادا مردم گمان کنند مختار جبار است و بین این زن و آن زنش فرق میگذارد. حتما دعوت داشتی تا در خانه سلیمان مرگ معاویه را به عش بنشینی. خیر بانو، بهش نشستن در مرگ یک انسان ولو دشمن هیچ فضیلتی ندارد. دعوت شده بودم تا بر علیه میراث‌خوار معاویه یزید علیه اللعنه علم قیام برافرازم. پس سهم ما چه میشود؟ شما روی خوش نشان بده، از سهمت بیشتر بردار. وقتی عمره آمد فکر کردم دختر فرماندار اومدی افتش رو میتوانن مانع علوی بازی های مختار شود. چه کچ خیال بودم که باور کردم دشمنی تو با آل امیه عاقبت همه ما را خانه خراب میکند. پدر، شرطه ها. شرطه ها؟ از طرف امیر کوفه احضار شدید. بسم الله، این هم قاصد هول و حراس ما. خیال کردی چون داماد نعمانی چش بر خیانتت میبندد و به تو اجازه میدهد که با شیعیان کوفه بر علیه خلیفه قیام کنید؟ حالا برو به پدرزن داغدارت بگو که برای دختر عزیزش خانه در طوفان ساخته ای. من فرماندار یزیدم مختار. حمایت از حسین یعنی مخالفت با یزید. مخالفت با یزید یعنی دمیدن در شیپور جنگ، یعنی ایستادن در مقابل من. شما که یک مجاهد انصارید حیف نیست چلی که جرم یزید باشید؟ بینی و بین الله، شما یزید را شایسته جانشینی پیامبر میدانید؟ چرا زلف حکومت را به زلف پیامبر و اهل بیتش گره میزنید؟ چرا حکومت را میراث پیامبر میدانید؟ پیامبر حکومت نکرد مختار، رسالت کرد. بین حکومت و رسالت فاصله از زمین تا آسمان است. آیا سنت پیامبر میراث او هست یا نه؟ آیا خلیفه مسلمین ملتزم به سنت پیامبر هست یا نیست؟ از نظر شما کسی که مسلمان نیست میتواند به عنوان خلیفه بر مسلمین حکومت کند؟ پناه بر خدا، پس تو و رفقایت به کفر خلیفه فتوا داده اید؟ استغفار کنید. شما که دم از سنت پیامبر میزنید، چرا به سنت پیامبر عمل نمی کنید؟ پیامبر با جد همین یزید چه کرد؟ ابو سفیان وقتی مکه فتح شد ترسید و از ترس مسلمان شد و شهادتین خواند. پیامبر با او جنگید؟ به چشم یک کافر به او نگاه کرد؟ تو آمدی که با این بحث ها مرا نسبت به وظایف هم سست کنی؟ من آمدم چون شما مرا به حضور طلبیدید. مختار، خیلی نگران اهل بیت پیامبری، خودت را کنار بکش. نامه ای که از خانه سلیمان برای حسین نوشته شده حکم قتل اوست. خوب کردی که پای نامه را مهر نکردی. هر کس پایان نامه را مهر کند دستش را به خون پسر پیامبر آغشته کرده است. حسین در پناه کعبه امن‌تر است تا در میان جماعت ابن الوقت کوفی. خود دانی، بخواهی با امثال سلیمان هم صدا شوی با من طرفی. مرخصی. من هم با دعوت حسین به کوفه مخالفم.
اما من با حسین هم صدا هستم. بیعت با یزید حرام است. بیچاره دخترم عمره چطور با این خیر سر دیوانه سر کرده؟ یک راز تا وقتی راز است که بر زبان جاری نشده باشد. حتما بعد از اون که سر مگوی پدر رو دانستم باید بیایم و آن رو نزد شوهر فاش کنم. گمان کردم همراه و همسفرم شدی تا کمکم کنی. تو رو در روی پدرم ایستاده ای. من حرفی زدم؟ شوهر عزیزت شهر را به هم ریخته، خانهش را مقر فتنه کرده. برای من حجت همانی است که حسین ابن علی فرموده، بیعت با یزید حرام است. نه خیر، تو گوشی برای شنیدن موعظه نداری مختار. تو هم ور جوی، من این ور جوی. از سر راه هم برو کنار. میروی که رفته باشی رفیق نمرا. میخواهم از میدان جنگی که مختار برایم درست کرده بگریزم. کار بدی میکنم؟ ام ثابت و فرار. پس تکلیف میثاقی که با هم بستیم چه میشود؟